سرخط خبرها حمله سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق دست کم سه نفر کشته شدند. منطقه زاپاروشیا از اوکراین جدا شد. آمریکا به کیف اجازه داد تا به مناطقی که همه پرسی در آنجا برگزار شده حمله کند. سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. حمله سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق دست کم سه نفر کشته شدند. ایران روز چهارشنبه بار دیگر با استفاده از موشک و پهپادهای انتحاری بسیاری از مواضع احزاب کرد را در عمق اقلیم کردستان عراق هدف قرار داد. در این حملات دست کم سه نفر کشته و بیش از دوازده نفر زخمی شدند. بنابر گزارش شبکه خبری روداو این حملات برای پنجمین روز متوالی ادامه دارد و مواضع حزب آزادی کردستان پاک حزب دموکرات کردستان ایران حتکا حزب حیات آزاد کردستان پژاک و کومله در استانهای سلیمانیه و اربیل همچنان زیر بمباران حملات موشکی سپاه است رسانه های ایران نیز به نحو سپاه پاسداران اعلام کردند که در این عملیات از موشک های فاتح 360 و پهپادهای انتحاری استفاده کردند. حسین یزدان پناه رئیس حزب آزادی کردستان پاک میگوید که حمله نیروهای سپاه به پایگاه این حزب در شراوه واقع در جاده اربیل کرکوک باعث کشته شدن چندین عضو این حزب شده است سپاه پاسداران همچنین اردوگاه حزب اپوزیسیون چپگرای کومله در منطقه زرگوز استان سلیمانیه و مقر اصلی حزب دموکرات کردستان در کویه را هدف قرار داده است منطقه زاپوروژیا از اوکراین جدا شد یوگنی بالیسکی رئیس دولت نظامی غیرنظامی منطقه زاپاروژیا از جدای غیررسمی این منطقه از اوکراین و ارائه درخواست برای پیوستن به روسیه خبر داد بالیسکی در گفتگو با خبرنگاران درباره این موضوع گفت همه پرسی امروز جدایی منطقه زاپاروژیا از اوکراین را به سرانجام رسند حالا ما منتظر تصمیم دولت روسیه هستیم تا ما را به عنوان عضو این کشور قبول کند البته پیش از این درخواست داده منطقه زاپاروژیا به همراه خرسون و دو جمهوری لوهانسک و دونست جزو چهار منطقه بودند که به منظور پیوستن به روسیه از جمعه هفته گذشته اقدام به برگزاری همه پرسی کردند این همه پرسی دیشب به اتمام رسید و نتایج اولیه آن حاکی از آن است که بیش از 90 درصد شرکت کنندگان با الحاق به مسکو موافقند آمریکا به کیف اجازه داد تا به مناطقی که همه پرسی در آنجا برگزار شده حمله کند ساکنان دو جمهوری خودخوانده دونسک و لوهانسک و همچنین مناطق زاپوروژیه و خرسون در جریان همه پرسی به نفع پیوستن به روسیه رأی دادند شب گذشته مشخص شد که بر اساس نتایج شمارش صد آرا در منطقه دونسک 99 ممیز 23 درصد از رای دهندگان از پیوستن به ترکیب فدراسیون روسیه حمایت کردند. لوهانسک 98 ممیز 42 درصد در منطقه زاپوروژیه 93 ممیز 11 درصد و در منطقه خرسون 87.5 درصد در جریان برگزاری همه پرسی هیچ مورد نقض قانون فاهشی مشاهده نشد. ناظران بینون مللی از بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، آلمان، سربستان، موزامبیک، فرانسه، جمهوری آفریقای مرکزی هیچ تخلفی را به جز تهدید و گلول باران از طرف اوکراین ثبت نکردند و شاهد شور و شوق شرکت کنندگان در رعی بودند. بعد از پایان گرفتن همه پرسی مشخص شد که مقامات بلندپایه محلی دو جمهوری دونباس و مناطق زاپاروژیه و خرسون قصد دارند به مسکو سفر کرده تا درخواست رسمی الحاق این مناطق به فدراسیون روسیه را به پوتین رئیس جمهوری روسیه تحویل دهند زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با امداد امروز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد اگر مسکو نتایج همه پرسی در جمهوری های خودخوانده دونسک و لوهانسک و همچنین در مناطق زاپوروژیه و خرسون را به رسمیت بشناسد کیف دیگر چیزی برای گفتگو با پوتین رئیس جمهوری روسیه نخواهد داشت آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا معتقد است که واشنگتن در حال نزدیک شدن به یک نقطه خطرناک برای تبدیل شدن به یک طرف درگیری در اوکراین است و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل تا زمانی که غرب از کیف به عنوان یک مزدور علیه روسیه استفاده کند موثر نخواهد بود آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته اعلام کرد که واشنگتن در استفاده اوکراین از تسلیحات منتقل شده به این کشور برای حمله به سرزمین‌های که روسیه ممکن است پس از نتایج همه پرسی آنجا را متعلق به خود اعلام کند مداخله نخواهد کرد بلینکن بدین ترتیب به سوال مربوط از سوی خبرنگاران پاسخ داد به گفته وی کیف حق دارد از خود در تمام قلمروی کشورش دفاع کند